من شاهین روحانی هستم و میخوام یه ارائه به تحت عنوان آشنایی با پدیده های بحرانی بتون بدم تا 45 دقیقه و مستقیما به مغز من صحبت مستقیما نوروساینس کار کرده مغز رو صحبت نخواهم کرد، بلکه از این نقطه پایان سخنرانی قبلی آرزوشو نبینی شروع میکنم که پدیده های بحرانی شاید در مغز ابزار درستی در توضیح مغز باشن. خب من شوستان هستم، یعنی گفتم بیا سخنرانی کن، گفتم من چیزی راجع به مغز نمیدانم، گفتم طوری نیست. به هر حال مفهوم پدیده های بحرانی رو بچه ها باش آشنا میشن. حالا اشکال اینه که پرزنتیشن من داره اینه که نوشته ها رو انگلیسی هم و من فارسی حرف میزنم و هر جایم حتی در حد این کلمه یعنی چی نمیفهمیم رو بپرسید، ایرادی نداره، من اصرار ندارم همه اسلاید هم باشه، احیانا تمام خواهد شد، نگران سوال کردن نباشید، بسید دارم سوال ساده و هر ساده بخصوصی. خب اینا موضوع هایی هستش که من کوشش خواهم داد پدیده های بحرانی در کارها که فارسیش رو ترجمه کردم برحال، ولی کلمه درستی نیستش برحال به نظر من، فرکتار از کلمه فرکچر یا شکسته آمده، تهاران همریز، طبقه بندی پدیده بحرانی با نظریه میدانی که تهاران همریز یا کانفورمال فیلد. مراجع عمومی که در این مورد میتونید بهش مراجعه کنید اینا هستن، این آقای سورنت فیزیکدان بسیار معروفی است، فیزیک آماری کار کرده، و این آقای استندینوجی هم همینطور شاید معروفترین فیزیکدان آماری زنده است. نظر میدان همریز متاسفانه خیلی ریاضی پیچیده‌ای داره، حال اگر خواستید بخونید آقای شلیکنز و آقای فرانچسکو کتابایی نوشتن راجبش به قابل خوندن مفهوم گروه باز به هنجارش که کتاب گولدنفلد که همین الان من تو شریف داره اون کتاب رو درست. خب حالا در این سخنرانی اول هم 45 دقیقه اول این مفاهیم رو میخوام پوشش بدم. این که پدیده بحرانی چیه، پارامتر نظم چیه، شکست خود به خودی تقارن چیه، شکست اگرادیسیتی یعنی چی، نماهای بحرانی یعنی چی، یونیورسالیتی یعنی چی، تقارن مقیاس که الان دکتر مهمی بهش اشاره کرد یعنی چی، و تقارن مقیاس یکی از عواقب این نظریه گروه باز به هنجارش گروه باز به هنجارش رو هم خواهم کنید. البته الان در ابتدا بهتون بگم که اینا مطالب ساده ای نیستن، نتیجتا اگر درش پیچیدگی میبینید طبیعیه، مثلا گروه باز به هنجارش یه درسه، حضر بحرانی یه درسه، و بذار یه درس چهار واحدی منظورم، بنابراین یه چیزی مثل 16 واحد دانشگاهی رو جمع کردم در دکتر 45 دقیقه نمیدونم، اما سعی میکنم با حرفای کلی و تصاویر مسئله رو جمع کنم. پدیده بحران اینجوری شروع شد. این آقا اسمش از خمیاد دلتور فرانسوی 1822 مشاهده کرد
اون موقع ترمودینامیک خیلی پدیده مهمی بود. مشاهده کرد که اگه آب رو ما بهتر بگم پاشته برو چون از حالت آب خارج تحت فشار زیاد و دمای زیاد قرار بدی میرسه به یک جایی که شیری رنگ میشه. اینو ثبت کرد ولی نفهمید چرا. این آقای اندرو انگلیسیه، سالها بر این بحث رو ادامه داد. کلمه پدیده بحرانی با این آقا اهرنفست شروع شد که طبقه‌بندی واسه پدیده‌های بحرانی پیشنهاد کرد که اشتباه بود، ولی خب طول کشید تا اشتباه بودنش ثابت بشه. این آقای جرمی ویدام که هنوز زنده است، 95-6 سالش و شیمیسته، پدیده‌های بحرانی رو به صورت تجربی و آزمایش خیلی دقیق و جالبی مشاهده کرد. این آقا ویلسون باز هنوز زنده است، اون صدای دیگه مردن، این هنوز زنده است. این برنده جایزه نوبل هست برای اینکه پدیده‌های بحرانی رو توضیح تئوری واسش داد. چرا اون توضیح تئوری که ایشون داد من با از بیل سعی خواهم کرد اینجوری توضیح بدم. خب این عکس اینجا شما آقای اهرنفست رو می‌بینید و این یکی فرمیه. فرمیه یکی از بزرگترین فیزیکدانهای قرن بیستم. من درست همون پوز رفتم عکس گرفتم که شاید مقامم با اینا قابل مقایسه بشه، نشد. من اینکه با عکس گرفتم الان جایزه نوبل نمیبره. حالا حرفی که آقای اهرنفست زد این بودش که ما پدیده‌های بحرانی رو اینجوری طبقه‌بندی میکنیم که یه چیزی بی‌نهایت میشه و این یک گسلی هستش که باید باش کنار بیاید، چون تقریباً تمام دبیرهای فیزیک میگن که در فیزیک هیچی بی‌نهایت نیست که اشتباه میکنن. در پدیده‌های بحرانی کمیت‌های بی‌نهایت داره، منتها موضوع سر اینه که مشتق چندومش بی‌نهایت میشه. مثلا اگر مشتق اولش نسبت به دما بی‌نهایت بشه میگیم مرتبه اول، دومش بشه میگیم مرتبه دوم و غیره. آقای اهرنفست همیشه حرفی رو زد. بعدم معلوم شد که این طبقه‌بندی سریع نیست. من حالا میرسم به این که چرا این طبقه‌بندی صحیح نیستش و ما امروزه حرف دیگری میزنیم. حالا واسه اینکه بفهمیم پدیده بحرانی چی هست، میریم به همون آزمایشی که آقای دولتور انجام داد. این سیمای فاز آب هست، بهتر بگم پاشته ها، فشار 5. احیانا این گراف را در دوران دبیرستان میدیم، وقتی که ترمودینامیک میخوندیم. هر یک از این گراف های ایزوترم، هر یک از این نمودار ها در یک دمای خاصی کشیده شده. مثلا این یکی 13 درجه سانتیگراد. وقتی حجم خیلی زیاده، آب و فشار کمه، آب به صورت بخار ظاهر میشه که ما همه با این پدیده آشنا هستیم. آب بخار است. حجم کم که میکنید، اون ضعفی که توش هست حجمش رو کم میکنید، به یک جایی میرسه که قسمتی از این بخار آب میشه، یعنی مایع میشه. این پایین قرار داره، بخار این قرار داره، اینا در تعادل. حالا حجم کم و زیاد که میکنید، حجم آب کم و زیاد میشه نسبت به بخار، تا اینکه در یک جایی این تماماً دیگه آب میشه. خاصیت این منطقه در اینه که فشار عوض نمیشه. شما حجم کم میکنید ولی فشار روی اون کپسول عوض نمیشه، اما وقتی همش آب شد، حالا دیگه از این به بعد
فشارش زیاد باشه. این نقطه رو نقطه بی میشونه نقطه گذر فاز، برای اینکه فاز گازی ماده تبدیل به فاز مایع ماده میشه و این تبدیل ها بگیم گذر فاز. و همینجا بهتره که بگم که ما با این پدیده شروع میکنیم در فیزیک، اما بعدا کشف میکنیم که ماده در فازهای متعددی میتونه وجود داشته باشه. این چهارتای اصلیش هستش: گاز، مایع، جامد، پلازما، که ضمناً چهار عنصر اصلی علم قدیم: آب و خاک و باد و آتش. ولی فازهای دیگری وجود داره که در فیزیک مدرن فاز اول رسانا، عاید، اول رسانا و صدها فاز دیگه کشف شده. این ماده علاقه شد بوده در فازهای مختلف داشته باشه، بدون که ساختار اتمیش یا مولکولیش عوض شد. فقط نحوه نشستن این هم نسبت به هم عوض میشه. اینو میگیم گذر فاز. اینجا الان نقاط گذر فاز هست. اینجا بخار تبدیل شده به آب، غیر نکاملا، و بعد اینجا تماما تبدیل شده به آب. حالا دما رو که زیاد میکنم، این خط میاد اینجوری عبور میکنه و این منطقه کوچیکتر میشه، با دمای بالاتر میرسه به یک جایی که دیگه اصلا این نقطه رو عبور نمیکنه. یعنی اینطوری نیستش که بخار به مایع تبدیل، بخار به مایع تبدیل شه، بخار و مایع هر دو داخل زخم وجود داشته باشن، کلن میره بالا، مستقیم میره بالا. خیلی این که مستقیم میره بالا مسئله مهمیه و من خودم وقتی که در دبیرستان بودم این مسئله باش شروع شده، اصلا به نظرم نرسید مستقیم میره بالا حرف بدی. حالا چرا حرف بدیه؟ اگر من تو یک پارامترهای دیگه بکشمش، فشار و دما، همون آب، آخرین اینجا بخاره، اینجا یخه و اینجا مایه. اگر اینجا در دمای ثابت فشار رو عوض کنم، تو این خط حرکت میکنم، از این خط که عبور میکنم یک گذره فاز اتفاق افتاده که گذره فاز آشنای تبدیل بخار به آب هست. اگر اینجا حرکت کنم، یخ زدن آب هستش که در یخچال مشاهده میکنید. این نقطه هستش که آقای دولاتور مشاهده کرد. یعنی این خط تپ داره. اون نقطه بالا، نوکه، اون تپه، یعنی که این خط تپ داره. حالا که خط تپ داره، این چیزی که اینجا هست چیه؟ نه بخاره، نه آب. یک قیافه دیگه این از آشتباه هست که درش چنین گذر فازی اصلا وجود نداره. پس اینجا داره یه اتفاق وحشتناکی میفته. این اتفاق وحشتناک هستش که هدف ما هستش که چه اتفاقی داره میفته. این نقطه رو بهش میگیم نقطه بحرانی. این الان در سیمای فاز آب کشیده شده، ولی میتونه در سیمای فاز هر ماده‌ای وجود داشته باشه و داره. مواد مختلفی وجود دارن که در این نقطه دچار پدیده بحرانی میشن. و فیزیک این مسئله فیزیک بسیار جالبیه که منتشه که روش بشر داره کار میکنه، نظریه خیلی زیادی واسش داده شده، ولی مسئله هنوز به طور کامل حل شده نیست. و به خاطر همین که به طور کامل حل شده نیست، من نون میخورم. شغل من در دانشگاه غیر از تدریس فیزیک کار کردن میگوست. حالا همون سیمای فاز برای پدیده دیگه، مقوله مغناطیس.
شما یه قسمت تیکه آهن رو اگه بردارید بهش میدان مغناطیسی اعمال کنید، آهن رو با میشه. آهن رو با شدن یعنی اینکه مگنتایزیشن غیر صفر پیدا میکنه. پس اینجا مگنتایزیشن غیر صفر. حالا میدان اعمال شده رو بر میگردونم به صفر دو مرتبه، مغناطیسش از بین میره، یعنی دیگه مگنتایزیشن نداره. اما این پدیده رو حالا اگر واسه فولاد تکرار کنم این اتفاق نمیفته. میدان مغناطیسی اعمال میکنم، یه قطع فولاد مغناطیسی میشه، میدان مغناطیسی رو برمیدارم، این همچنان مغناطیسی باقی میمونه. خیلی جالب، یعنی یک جایی وجود داره که با میدان مغناطیسی اعمال شده صفر، این همچنان مغناطیسی باقی میمونه. حالا این تیک فولاد رو برمیدارم، گرمش میکنم، یه جایی مغناطیسش رو دو مرتبه از دست میده. این اون نقطه انتهایی هستش که برای فولاد اتفاق افتاده. این دما حدود 1000 درجه سانتیگراده و اولین کسی که کشفش کرد خانم کوری بود. بخاطر بهش میگن نقطه کوری، نه بخاطر که کور میشید، بخاطر که خانم کوری کشفش کرد. وقتی که جواب دادم گفتم اینها کشفای مهمی کرد، چرا بهش میگن خانم کوره. بعدا همین کوری اسم فرانسوی خیلی ها میتونن این اسم رو داشته باشن، در فارسی یکی میشه کنید. حالا درک ما از این مقوله چیه؟ و این نظریه که آقای لاملو دارد، آقای لاملو گفتش که در این دمای کنش میگم دمای بحرانی، اتفاقی که در ماده میگه اینه که یک گذر نظم به بی‌نظمی اتفاق میگه. و بنابراین در دمای پایین ما نظم بیشتری داریم. مثال مغناطیس هایی باید براتون بزنم، این دو قطعه مغناطیسی منظم شده هستن، بنابراین مغناطیس بود. یا همه همچنان پس نظم بیشتری در دمایی که میره بالا. چرا خاصیت آهن رو باید از بین میره؟ برای اینکه اینا به خاطر دما شروع میکنن افت و خیز کردن، با افت و خیز نظمشون به هم میریزه و بنابراین مغناطیسشون از بین میره و بنابراین در دمای بالا نظم کمه. از نظر تقارن در نظم پایین تقارن کمتره. چرا؟ چون یه جهت آهنربایی وجود داره و سیستم متقارن صرفاً نسبت به چرخش عموده بر این جهت. ولی وقتی که نظم به هم خورد، همه جا دو قطبه مغناطیسی در جهت دلخواه هستن، حالا تقارن بیشتری دارن. بنابراین در نظم کمتر تقارن بیشتری. پس این نقطه که نقطه گذر فاز هست، لاملو گفت نقطه شکست تقارن، یعنی درست نقطه ایه که یه مقدار از تقارنت رو از دست میدید. تقارن اینجا پایین‌تر از تقارن اینجاست. حالا شاید لاملو میدونست ولی نگفت، اون چیزی که ما میدونیم اینه که درست اگه بری روی این نقطه وایسی، تقارن خیلی بزرگ میشه، یعنی بزرگتر از این تقارنی که با شروع کردی میشه. دمای میاد میرسیم به دمای نقطه بحرانی، درست نقطه شکست تقارن، درست نقطه گذر فاز پدیده بحرانیه، اما یهو تقارن مقیاس به وجود میاد. من برای دکتر مهینه یه مثالی از تقارن مقیاس دارم، مثال دیگری خواهم زد. تقارن مقیاس در فیزیک مفهوم خیلی غیرمنتظره برای اینکه ما در زندگی روزمره تقارن مقیاس نمیبینیم. مثلا این اتاق مقیاس داره، برای اینکه مقیاسش در واقع توسط انسان تعیین شده، اتاقی واسه اینکه انسان ها توش بشینن، بنابراین ابعادش مبتنی هست برای مقیاس انسان، ارتفاع سقفش، ابعاد ارزش، اینا
برای انسان پنج. یه مقیاس دیگه ممکن داشته باشه، مقیاس مثلا منظومه شمسی. اون مقیاس منظومه شمسی فاصله هست شروع مثلا 10 دقیقه طی می‌کنه، یعنی فاصله زمین تا خورشید تقریبا 10 دقیقه طی می‌کنه، اون میشه یه مقیاس بزرگتر. یا مقیاس پایین‌تر مقیاس اتمه، آنگستروم. فیزیک بدون مقیاس یعنی چی؟ از احسابش فکر کنید، فیزیک بدون مقیاس یعنی اینکه در همه اندازه من بایستی که پدیده رو داشته باشم. و یکی از چیزایی که فیزیکی بدون مقیاس هست احیانا باش آشنا هستیم، تشعشع زمینی گیتیه. در گیتی یه تشعشع زمینی وجود داره در 2.7 درجه کلوین دما، و این در هر مقیاس جهانی بهش نگاه کنید از پارسک گرفته تا متر قیافش با هم فرقی نمی کنه. که این در اون تصویری از مدل آیزک که دکتر مومنی نشون داد، این مفهوم مدل سازی شده. یعنی شما یه مدلی درست داریم به نام مدل آیزک که در هر مقیاس بهش نگاه کنید یکسان دیده میشه. این میشه تقارن مقیاس. و خب مسلما الان اینجا الحمدلله وجود نداریم، وجود داشت ما همه مرده بودیم چون ما مقیاسمون متر. اما ادعا اینه که در مرز وجود داره، در اینجا به یه معنی خاصی تقارن مقیاس وجود داره، در اینکه شاید در این ابعاد خاصی مرز تقارن مقیاس داشته باشه. حالا مرز مغز رو من راجبش حاضر نیستم بزن نظر کنم، فقط خودش بزن. در مورد فیزیک بذار احساس تفکیت کنید، اطمینان بیشتر کنید، اعتماد به نفس هم بیشتر. ولی اگر اون مسئله که دکتر مهرین داره رو باش کار بکنید، معنیش اینه که یه شبکه وجود داره که گره های این شبکه نورون ها هستن و این مدل هایی که از اونه این شبکه ممکنه مثلا 10 تا نورون باشه، ممکنه 100 تا نورون باشه، ممکنه 1000 تا نورون باشه، فرقی در رفتارش مشاهده نمیشه. بنابراین در این مقیاس حرفی که در زمین میشه ادراک داده میشه اینه که در این همچین تعدادی شبکه های نورونی رفتار این مقیاس هست. اگر لامدا هر مقداری داشته باشه، این اسکیپ فریه تا بدون مقداره. در مورد فکر کرکتر لامدا مقدار خاص داره، یعنی یه فکتر رو شما نمیتونید به هر اندازه دلتون رو قدر رس کنید، مثلا 3/2 فقط برگیرد. در نقطه بحرانی که این سه تا مفهومه، یکی شکست تقارنه، این اسپونتنیسش مهمه، یعنی خود به خود تقارنش میشه. اگه شما از بیرون میدونی نگاه
کلمه شکست الگانیسیتیه، میگم الگانیسیتی یعنی چی و سبونه گروه باز به هم جاره شد. حالا میخوام بگم چرا این سه تا مفهوم به هم دیگه میرسن و نقطه بحرانی بحث شکست تقارن خود بحث شکست تقارن خودی از آقای لاندو شروع شد و همکار معروفش آقای گینزبورگ که این کتاب لاندو در واقع مشتاق نشه لاندو گینزبورگ اگه دیده باشید 12 جلده. بعد این آقایون این همه اینه که می‌بینید جایزه نوبل بردن، بنابراین مسئله مهم این سه نفر اول رسانه‌ای رو نظریه‌شون دادن، باردین، کوپر و شریفر. که واسه جایزه نوبل بردن آقای هایزنبرگ که برای مکانیک کوانتومی جایزه نوبل برده بود ولی در 1959 سن بالاتر بودش که بعد از این نظریه باردین کوپر گفته شکست تقارن احتمالاً در ذرات بنیادی کاربرد داره. باز این آقای نامبار جایزه نوبل برده برای اینکه این بحث شکست تقارن نظریهش رو در آورده به صورت کلی خارج اونا موارد خاص‌تر مثلا گفته بودم نامبار به صورت کلی در آورده. یکم بعضی چیزا من خیلی واسم جالبه، مسائل اجتماعی و اخلاقی که اطراف فیزیک اتفاق میفته. مثلا این آقای نامبار 1960 نظریهشو داد ولی جایزه نوبلشو مثلا 5 سال پیش بود. چرا؟ چون ژاپنی و چون ژاپن با فرد یک زمان در جنگ بود خیلی سخت گرفتن به ژاپن در یک مقطعی تعداد جایزه نوبل ژاپن و هند مساوی بود. من نه خیلی آدمش وقتی من دانشجو بودم این مسئله که به دشمن جایزه بدیم کم کم در غرب کم شد و بالاخره به لامبو جایزه داد. یه مسئله اخلاقی دیگه هم بهتون بگم که از عجیبترین مسائل فیزیکه این آقای اهرنفست یه روزی به تپانچه رو برداشت رفت به سر خودش رو کشت و خودش رو کشت. من میشنم این اتفاقات توی جامعه میفته تو اخبار این صفحه حوادث روزنامه از این اتفاقات زیاد بوده ولی الان از یه فیزیکدان درجه یکی که جهانی که بعد از مرگش هم اسمش برده میشه جنزان جنزان از سیوسی که اینجا نوشته شده لحظه خودکشش در این مورد سوال داری؟ بفرمایید فرکتال ها لامداشون فیکسه ولی اون مدل آیزینگ که دکتر مهمی نشون داد نسبت هایی که گرفته بود دلخواه بود نسبتش شما یه بار میتونی بگیری نصف تصویر یه بار میتونی بگیری یک پنجم تصویر یه بار میتونی یک دوار تصویر باز این هم بدون کوانتوم ممکن نیست. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم که مکانیک کوانتومی با مکانیک کلاسیک چه فرقی داره. ولی به هر حال در فیزیک ما همیشه یک موجودی داریم، عملگری داریم به نام همیلتونی که رفتار دینامیکی سیستم رو توصیف می‌کنه. در کلاسیک وجود داره و در کوانتوم هم وجود داره. تقارن عبارت هست از یک عملگری که با همیلتونی جا به جا میشه، یعنی سیستم شما میچرد کنید بعد دینامیکش رو بررسی میکنید یا دینامیکش رو بررسی میکنید و بعد میچرد کنید نباید فرقی بشه. تقارن یعنی
پس ما همیشه برای که تقارن داشته باشیم برای این عملگرمون با همیتونی عملگر تقارن تابجا باشه، مهم نباشه تشکیدش چه. در مکانیک کلاسیک این بس همون میکنه، اما در مکانیک کوانتوم این مسئال اضافه مطرح میشه که آیا حالت پایه من تقارن رو بهش احترام میذاره یا نه. حالت پایه اواسس حالتی که کمترین انرژی رو داره برای عملگر همیتونی. به عنوان مثال اتم هیدروژن حالت پایش یه حالت یک اس هست که کاملا تقارن کروی داره و بنابراین تقارن کروی اتم هیدروژن در حالت پایه رعایت شد. و یه سیستمی داشته باشیم که در حالت پایه تقارنش رعایت نشه، یعنی تقارن همیلتونی هست ولی تقارن حالت پایه نیست، این تقارن شکسته. خیلی مفهوم از نظر ریاضی واضحیه. برای بحث سر اینه در اون مدل فرمپاتیس که از کلام خدمتون دو قطبی های همجهت بشن، این مگنتایزیشن داره، مگنتش داره. کی دو قطبی ها همجهت میشن؟ در حالت پایه. اون حالت مینیموم انرژی شونه دیگه، واسه این میرم همجهت باشن. پس حالت پایه تقارن کامل همیلتونی رو نداره، فقط دور این جهت تقارن داره. در حالی که همیلتونی خودش وقتی که دو قطبی ها در هر جهت دیگه پارستن تقارن بزرگتری داره. به این میگن شکست تقارن. این مفهوم شکست تقارن یه جایزه نوبل دیگه اینجا فکر چند سال پیش آقای هیکس ادعا کرده بود که در مدل استاندارد ذرات بنیادی شکست تقارن وجود داره و ذره به نام ذره هیکس اولین وجود خواهد داشت. بودش البته اسم ذرهش رو هیکس نگذاشت. بعد از اینکه مقالات شد معروف شد مردم بهش گفتن ذره هیکس. چند سال پیش این ذره هیکس در آزمایش سی ام اس کشف شد. این الان ذره هیکس هست که از این مفهوم ریاضیات برای شکست تقارن. یه پتانسیل در نظر بگیرید، پتانسیل فیزیکی من باشه. فیزیکدان ها خیلی از این یه ماده پی خوششون میدن، من شما بگیرید اکس برش بگیرید، مهم نیستش این ماده چه باشه. یه پتانسیل دارم توان چهارم پی. این واضحه که یه تقارن داره بین پی به منهای پی و یه مینیموم داره در فی مساوی با صفر، به شکلی که این پارامتر تی مثبت باشه. حالا یه پارامتر تی منفی باشه دو تا مینیموم خواهد داشت در منهای تی به ضرب منهای رادیکال منهای تی بخش به تی. اون وقت چی؟ حالت پایش یعنی مینیموم پتانسیل تقارنش شکسته، چون دیگه در تبدیل فی به منهای فی متقارن نیست. حالا این تی رو میگیرم تی منهای تیسی بخش بر تیسی که این تیسی هم دمان بحرانی باشه. حالا میبینید که بالای دمان بحرانی و پایین دمان بحرانی تقارن سیستم فرق داره. این هم به صورت گرافیک، اگر تی بزرگتر از تیسی باشه یه مینیموم بیشتر نداره. وقتی تی میاد میرسه به تی سی، سیستم مجبور انتخاب کنه که این ور میره یا اون ور میره. هر طرف بره تقارن سیستم رو شکن میده. این شکل مهمه در اینکه این مفهوم برسه که اینکه دو تا مینیمم وجود داره تقارن حفظ نمی کنه. چون شما وقتی تبدیل فی به منهای فی رو میزنید این اینجا این سیستمی توش وجود داره خالیه. این مفهوم اینه که فیزیک ما اینجوری میاد بین یه جایی میرسه، دمایی میاد بین یه جایی میرسه، یک طرف رو انتخاب میکنه. خیلی مفهوم غیر منتظره ایه. اگر یعنی از این شما که نبوغ آدم سکاندر رو بفهمید که از کجا فهمید که یه همین موضوع ساده ای ریشه پدیده های بکنه.
یه همتونی دارید که مثلا فرض کنید در همتونی شاید دو قطبی هست حرکت دینامیکی فضای فاصله، چون یه نقطه فضای فاصله داری
بعد این در زمان تغییر میکنه. بیگه اینو به اندازه کافی دنبال کنیم کل فضای فاز رو پوشش و لذا من میتونم برای ویژه میان دیگهی که در فیزیک آماری انجام میشه که باید تابع توزیع احتمالی رو کل فضای فاز داشته باشید این میان دیگهی زمانی رو انجام بده. اگر این از این ارگادی برقرار نباشه فیزیک سقوط میکنه. چرا؟ چون تو آزمایشگاه چاره ای ندارید اینکه دیومی زمانی این ساخته در این آزمایش رو آزمایشگر رو که انجام میده یه تکرارش میکنه و میانگین زمانی شد اون باید با میانگین آماری یکی باشه ولی دا ما هر تواسه زدن من پس قضیه افتاده باید صحیح باشه واسه اینکه فیزیک آماری وجود داشته باشه. حرف اینه که در نقطه شکست تقارن و در نقطه پدیده بحرانی این قضیه هم شکست میکنه. حالا این خبر بدیه به این معنا که گفتم فیزیک آماری شکست میخوره. خبر خوبیه در این که حالا با این علارغم این شکست خاص ما همچنان نظریه هایی میتونیم بدیم که کار کنیم. حالا واسه این که این معموله چیز رو خوب بفهمیم مفهوم یک مولی وجود داره به نام استادیوم بونیمویچ که نشون میده که در میتونیم ببینیم که در استادیوم بونیمویچ اسمایی مفهوم خیلی سخته قضیه ارگودیک برقراره. این الان به عنوان مثال نگاه کنیم حرف آقای بونیمویچ اینه که استادیومش این شکلیه دو تا خط صافه و هر انتها توسط یک نیمکره پوشش داده شده. این هم ارجاع به مقالشه اگر میخواید به این بردتر کنید این دو تا توپ و کنار هم با یک شرط اولی یک سال رها میکنن اینا از همدیگه فاصله میگیرن و در مدت زمان طولانی دیگه مکانشون نسبت به هم دیگه همبستگی خاصی نداره. این لازمه واسه قضیه ارگولی برای اینکه این دو تا نقطه در واقع هم یه تفاوت مختصر در شرایط اگر این تفاوت مختصر منجر به این بشه که کل فضای خاص پوشش داده بشه ما قضیه ارگولی برقرار داریم. شما سیستم فیزیکی از یه نقطه صفر شروع میکنید معمولا حدود مثلا عدد آوگادرو ذره وجود داره و این ذره ها دقیقا مکان و سرعتشون یکسان نیست تغییر وجودی داره. این بخار پخش خواهد شد و کل فضای فاز رو پوشش خواهد. حالا خب اثباتی که آقای بومانویش داره فقط واسه دو تا ذره بود. هنوز اثبات قضیه ارگادی برای سه ذره در هیچ شرایطی داده نشده و بنابراین یه جایزه نوبل داره اگه بتونید جایزه نوبل داره این شوخی نداره. خب این سیمولیشن ارگادی سریع لاختار وارد نمیشه میگیم اقرب دو مرتبه روی دقیقه نقطه آغازش یه تعداد زردن که یه جا جمع بعد با حرکت دینامیکی خودشون در کل این استادیوم پخش میشه و پس از گذشت زمانی دیگه همه جای استادیوم با احتمال یکسان زرده میشه. این قضیه ارگادیکی شکست تقارن میگه این قضیه در سیستمایی که شکست تقارن دارن برقرار نیست نمیتونه برقرار باشه چون این حالت نهاییش که بالاخره به پایان رسید این حالت نهاییش تقارنش تکمیل بود. پس اگه شکست تقارن داشته باشه نمیتونه اینجوری رفتار کنه.
برای اینکه دیگران هم سرها بشن با من هم با ما، من توضیح میدم که اینو بهش میگم قانون ساله، یه نقطه اتفاق داره از اینجا رها شده و اینو بیاری بالا اینجا بلش کنید یه حرکت نرسانی برای یه پاندول مرکب در نظر بگیرید که این اینجا یه تیکه فلز دیگه بست. حالا من اینو میارم یه جایی زلش میکنم، این شروع میکنه تکنیم کنم. جالبش در اینجا که ساده است، ساختن شما میتونید همین کلان امروش که میرید تو آشپزخونه کنند و اینو بسازید. آشپزخونه اینه مهمترین آزمایشگاه فیزیک جهان. همه آزمایش‌ها اول تو آشپزخونه انجام میشه. فقط یه خطر داره، مامان دعوا میکنه. ولی این طریق اون خطر خیلی از این آزمایش‌ها رو میتونید توی آشپزخونه تکرار کنید. بنابراین میشه یه همچین پاندولی که هم این چرخه هم این میشه. فرمولش رو میشه نوشت، این قسمتش رو با شما مخالف. یعنی من میتونم الان معادلات حرکتی رو بنویسم. اون کاری که نمیتونم بکنم اینه که شما میگید که من میارمش مثلا در این نقطه فرضی رهاش میکنم، دو تا پنج دقیقه دیگه کجا خواهم بود؟ فرمولش رو حل کن، بذار رو کامپیوتر، حل کن، عدد بده بهش، آیندهش رو پیش بینی کن. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون درش یه حساسیت به شرایط اولیه وجود داره، مثل این استادیوم روموویچ، که اگر یک ذره نقطه آغاز رو اشتباه بدم نقطه پایان متفاوت میشه. کامپیوتر هم که راندینگ ارور داره دیگه، میدونید در 32 بیت پس اجباره در اینکه اشتباه داشته باشم و اون اشتباه باعث میشه تهش شروع میشه همین من در خب این قضیه ارگودیک چی یک سری مشکل داره. روزها خیلی دیدگاهشون به فیزیک غیر عادیه که سخنرانی روز رو داشتم گوش میدادم به نقطش که این پرابلم ماست، این هم پرابلم های پرابلم مونه. حالا من میخوام پرابلم های پرابلم رو مولیم، یعنی ما چه قضیه ارگولیک درش یک سری مفاهیم غیر ممکن وجود داره، یعنی نمیتوانه صحیح باشه، اصلا غیر حرف غیر منطقی داریم میزنیم. چرا؟ چون حرکت سیستم نیمودینامیکی که از دور نمیشه خون، این همین تیه اکسه یه خطه. چطور میخوای با یه خط یه فضا رو پوشش بدی؟ اصلا غیر ممکنه. این یک، این مسئله یک. مسئله دو اینه که یه آقای بوده به نام آقای لیوبین و این ثابت کرده که حجم فضای فاز در اثر حرکت دینامیکی ثابت بود. یعنی اگر شما این حجم از فضای فاز رو توش ذره گذاشتید اینا حرکت میکنن، ولی کل حجمی که پوشش میدن ثابت میکنه در گذر زمان. اما چطور میتونه کل فضای فاز رو پوشش بده؟ این که ثابت میمونه. قضیه لیوبین هم در صحتش شکی نیست. پس من از یه ارگاتیگه ها مجبورم یه مقدار تلتیف کنم که جواب بده و اینجا جواب نمیده. تلتیفی که میکنم اینه، یعنی میگم که من به عنوان فیزیسیست که نمیتونم اندازه گیری دقیق انجام بده، این مفاهیم مال ریاضیات، من فضای فاز مربع مربع میبینم. به این کار میگن کورس کریم، یعنی فضای فاز رو من توسط این شبکه پوشش میدم. این شبکه ابعادش دقت اندازه‌گیری من،
حالا اگر این خط حرکت مسیر اومد تو یکی از اینا، اونه رو روشن میکنم. بنابراین اصل قصه قصیه ایدولی بیانش رو عوض کردن، گفتم که در اثر حرکت به یک نقطه نزدیک میشود، به نقطه دلخواه نزدیک میشود. به نقطه دلخواه نزدیک بشه یعنی رفته تو مربعش، مربعش سیاه شده. در هر نقطه دلخواه فضای فاز مسیر حرکت دینامیکی نزدیک خواهد شد. قضیه لیوبیل هم مسئلهش حل میشه. قضیه لیوبیل میگه این حجم میره به این حجم در اثر حرکت دینامیکی شکل و قیافش عوض میشه و این مساحت آبی با این مساحت آبی مساویه. اما اگه شما مربعی بگیریدش، مربعهایی که اینو پوشش میدن بیشتر از مربعهای این هستن. پس این امکان وجود داره که یک مجموعه متناهی شروع کنم و این کل فضای فاز رو پوشش بده. این اسلاید یه جایزه هم داره. اونایی که یه قدر فیزیک آشنا هستن میدونن این تعریف آنتروپی کارلوگ حجم فضای فاز مطابق قضیه لیوبی این باید حتما صفر باشه. پس کارلوگ دوم ترمودینامیک نداره. اما اگر به صورت کورسگرینینگ نگاه کنید کارلوگ دوم ترمودینامیک داریم، چون به اون معنا حجم فضای فاز زیاد میشه و انتروپی با گذر زمان اضافه میشه. اما شکست تقارن معنیش اینه که از این ارگودیک باید بشکنه، چون شکست تقارن یا فضای فاز به دو تکه تبدیل میکنه، مثلا یکیش فیه یکیش منهای فیه، و با گذر با حرکت پیوسته دیگه مجاز نباید باشه توی فیه. این مسئله خیلی خبر بدی بود. شما میام از ارگودیک در اون زیر فضاست، در اون زیر فضا میام بینام و میگیرم زنده میمونم، ولی از نظر مفهومی دو تا به هم مربوط. خب بریم سراغ نماهای بحرانی. من گفتم که این نمای بحرانی بتا رو اینجوری تعریف میکنم که چگونه مغناطیس یا پارامتر نظم و نزدیک نقطه بحرانی به صفر میاره. از این نوع نماهای بحرانی تعداد میتونم تعریف کنم برای کمیت‌های مختلف، مثلا گرمای ویژه چگونه به بی نهایت میدارد، چون این بی نهایت میشه در نقطه بحرانی، پس بی نهای آلفاستی میده به سمت صفر رو با گرا میشه. پارامتر رو که گفتم تراکر ساسپتیبیلیتی که عبارت سیستم این که دکتر نومنی گفت ریسپانس سیستم شد. ریسپانس سیستم نحصیلی که نقطه بحرانی باگرا میشه همونجایی که منها جاری میشه. یا پارامتر نظم با اعمال میدان مکانیکی به چه نحوی تغییر میکنه، طول همبستگی دو نقطه ای به بی نهایت میره و نتیجه تابع همبستگی نقطه ای دو نقطه شکل توالی پیدا میکنه. اینا رو بیشتر توضیح خواهم داد. یه نمای بحرانی زمانی هم وجود داره که میگه که نزدیک شما یه سیستم فیزیکی رو از داری یک نقطه روش آزمایش انجام بدید، همینجور که به نقطه بحرانی نزدیکتر و نزدیکترش میکنید بیشتر و بیشتر طول میکشه و بنابراین هیچ وقت به نقطه بحرانی نمیتونید رسید. بنابراین حرف تغییر فیزیک درست میشه. هیچ از فیزیک هیچ بی نهایتی نداریم، چون من این مشاهدش کنیم بی نهایت زمان نداریم ازش میتونه این رد شد من یه پرش فکر میره ولی تو خیلی بشه نزدیک بشه یک قدم به قدم بشه نزدیک بشه هر قدم زمان بیشتره و این زد تعیین میکنه که چقدر زمان بیشتر میده.
پدیده بحرانی تو عجیب‌ترین فنومن هست و این فنومن رو آقای گوگلمن مشاهده کرد سال 45 و این با حرف بسیار عجیبه. حرفی که زد اینه که بدون توجه به ساختار اتمی مثل مواد رفتار به بحرانی یکسان. ببینید این مواد مختلفه اسماشون هم بلد نیستم: کربن مونوکسید، اکسیژن، نیتروژن، زنون، هیدروژن، آرگون، نمون. این علامت ها بداشت این علامت ها تعیین کننده ماده هستش و این مواد همه نزدیک نقطه بحرانی شد یکی. یعنی چی؟ یعنی همیلتونی و فیزیکشون یکی میشه. خیلی حرف ترسناکی میشون فکر کنید بیایید موادی که به کلی ساختار اتم شما هم فرق داره یکی شان رفتار میکنن. این هم یه همیلتونی که هم همه شما توضیح دارم. من خدا وقتی اینو میگرسن اصلا باورم نمیشون به این بحث میگن یونیورسالیتی. مگر اینکه این گراف تجربیشو نشون بدی هیچ کس باور نمیکنه. همیشه تو کلاس مجبورم این گراف رو نشون بدم. نبینه دانشجو میگه خب آقای ممکنه اصلا پس واسه چی همیلتونی اختراع کردی؟ یه دونه میدونه باش کل گیتی رو توضیح میده. این کار نمیشه کرد بعد اینکه گیتی نزدیک نقطه بحرانی نیست. اگر مغز بحرانیه این یه نکته که خوبه داره یه همیلتونی وجود داره که توضیح شد ولی اون همیلتونی نمیدونه چه حالا توضیح میدم که چرا این رسالتی سهیه ولی قبل از اینکه این رسالتی توضیح بدم چرا سهیه اول اجازه بدید برگردیم به مفهوم توان مقیاس یا استیمیلیتی. بعد یه دیدگاه آماری خیلی کلی من بعد از 45 دقیقه باید وایسم 45 دقیقه باید کردم و نه کردم؟ خب پس اینجا وایسی بسی که من اسلاید چند دارم مرکزی که برای ما مهمه